بیننده و شنونده بخش ویژه اتاق خبری کانال کسی، درود بر شما. امروز 8 بهمن ماه با من سارا ساسانیا. ابتدا سرخط خبرها. تناپای دار نظام این بار برگردن 4 زندانی سیاسی کرد. خانواده این زندانیان از مردم برای اتحاد دعوت کردند. امروز خیابان‌های اهواز زیر گام‌های استوار کارگران معترض فولاد به لرزه درآمد. بی‌توجهی مسئولین به عواقب خشکسالی، 5 رود بزرگ ایران خشک شد. همچنین در ادامه خبرها، اوکراین می‌گوید فساد بزرگ را در خرید تسلیحات نظامی شناسایی کرده است. گزارش‌ها حاکی است که خانواده‌های 4 زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام به نام‌های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا زربار برای ملاقات با فرزندانشان به زندان اوین فراخوانده شدند. این خانواده‌ها ابراز نگرانی کردند که این ملاقات ممکن است آخرین ملاقات این 4 زندانی سیاسی کرد باشد. بیان عظیمی، همسر پژمان فاتحی و ماریا محمودی، همسر محمد فرامرزی، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی، در ویدیویی با اشاره به حضور خانواده‌های این زندانیان در مقابل زندان اوین از مردم ایران درخواست کمک کرده است. بیشتر همسر محسن مظلوم با رد اتهامات امنیتی منتسب به این 4 زندانی کرد در خطر اعدام گفته بود که خانواده‌های زندانیان سیاسی باید معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را از نقض حقوق بشر در ایران آگاه کنند. عفو بین الملل و 18 سازمان مدافع حقوق بشر هم در هفته‌های گذشته با هشدار درباره خطر اعدام قریب الوقوع این 4 زندانی سیاسی کرد از جامعه جهانی خواستند که با انجام اقدامات فوری از این اعدام‌ها جلوگیری کند. اعدام‌ها در ایران در پی اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شدت گرفته و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به اعدامه آن هشدار دادند. آمریکا صدور حکم اعدام برای این 4 زندانی سیاسی را محکوم کرده است. از چند هفته پیش خطر اجرای احکام اعدام برای همسرم محمد فرامرزی و دوستانش یعنی وفا زربار، پژمان فاتحی، محسن مظلوم به صورت جدی احساس می شد تا اینکه امروز عصر از سوی نهادهای امنیتی رژیم به صورت همزمان با خانواده های هر 4 نفر تماس گرفته می شود که فردا برای ملاقات به زندان اوین بروند. این در حالی است که هفته پیش به خانواده ها از سوی مسئولین زندان اوین گفته شده که اینجا نیستند و از سوی دیگر ادعای دادرسی توسط دیوان عالی رد شده بود و نگران اجرای حکم را 100 چندان کرده است. لذا عاجزانه از مردم شریف و نجیب ایران می خواهم خانواده این 4 زندانی را تنها نگذارید و به آنها جلوی زندان اوین بپیوندند. از شما خواهش می کنم، تنها امید ما شما مردم غیور هستید که همیشه یار و یاور ما بودید. ارتش کره جنوبی روز یکشنبه در گرماگرم افزایش تنش‌ها با پیونگ‌یانگ در بیانیه اعلام کرد که کره شمالی چندین موشک کروز به سوی دریا شلیک کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از این رسانه حکومتی کره شمالی این سامانه تسلیحاتی را پهپاد تهاجمی هسته‌ای زیرآبی توصیف کرده است. وزارت دفاع کره شمالی پیش از این تهدید کرده بود که در اعتراض به رزمایش مشترک همسایه جنوبیش به همراه آمریکا و ژاپن دست به این آزمایش زده است. مقامات اطلاعاتی کره جنوبی و ایالات متحده در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به این پرتاب هستند. اوایل روز یکشنبه اما رسانه دولتی کره شمالی مانورهای نظامی نیروهای آمریکایی و کره جنوبی در هفته‌های اخیر را محکوم کرد و نسبت به عواقب بی‌رحمانه آن هشدار داد. این رسانه افزود این واقعیت که رزمایش‌های جنگ هسته‌ای علیه ما از آغاز سال جدید میلادی دیوانه‌وار ادامه داشته است ایجاب می‌کند که برای یک جنگ مرگبار آمادگی کامل داشته باشیم. پرتاب‌های جدید کره شمالی چندین روز پس از آن انجام شد که پیونگ‌یانگ موشک کروز استراتژیک جدید دیدی را آزمایش کرد که دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای است. تحلیلگران میگویند که دولت کیم جونگ اون احتمالاً به اقدامات تحریک آمیز خود ادامه یا حتی آن را افزایش خواهد داد. این اقدامات میتواند شامل آزمایش‌های بیشتر موشکی، آزمایش‌های هسته‌ای و تشدید تنش‌ها در شبه جزیره کره باشد.
بحران معیشت، بیکاری و فقر که دامنگیر قشر ضعیف جامعه بود، حالا دامن قشر متوسط را هم گرفته، قشری که در صورت به سطوح آمدن قطعاً میتواند به صورت یک دست جامعه را در مقابل نظام متحد کند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراضی با شکوفه گسترده خیابان‌های شهر را به مردم برگرداندند. شعارهای آنها پیشروانه و هوشمندانه است. همکارم مونا در این زمینه گزارش می‌دهد. امروز خیابان‌های اهواز زیر گام‌های استوار کارگران معترض فولاد به لرزه درآمد. اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد در ششمین روز خود همچنان با قدرت و اتحاد ادامه دارد. این تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز ابتدا مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی استان خوزستان، سپس استانداری و پس از بی‌توجهی مسئولین و عدم پاسخگویی به مطالباتشان، این کارگران به خیابان‌های شهر آمدند و با همراه کردن عموم مردم با خود، با سر دادن شعارهایی، اعتراض خود را به بی‌توجهی بانک ملی نسبت به خواسته‌های خود نشان دادند. ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم شعار این کارگران در خیابانهای اهواز بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم ضمن اعلام حمایت از مطالبات کارگران خود را متحد و همصدای آنان می‌داند و تأکید می‌کند سرکوب‌ها هرگز مانع از تداوم صدای حق خواهی نخواهد بود. برگشتیم و در ادامه اخبار با شما خواهیم بود. در ادامه بحران محیط زیستی و خشکسالی‌های متوالی، رودخانه اترک به عنوان پنجمین رودخانه بزرگ ایران هم خشک شد تا تصویر جدیدی از بحران آب در ایران به نمایش گذاشته شود. مدت هاست دیگر کسی در این رودخانه جریان دائمی ندیده است. بنابر اطلاعات موجود، اترک در شرایط عادی سالانه باید 250 میلیون متر مکعب آب داشته باشد، اما رشد کشاورزی هم در این سالها به بحران خشکی این رودخانه دامن زده و رودی که طبق توافق قبلی 50% از حجم آن حقابه ترکمنستان است، بیشتر اوقات تا مرز ایران هم نمی رسد. رود اترک پیش از این پنجمین رود بزرگ ایران بود. از کوههای هزار در خراسان رضوی می آمد، قوچان، فاروج، شیروان و بجنود را طی می کرد و جای نزدیک به اینچه برون به مرز ترکمنستان می رسید و به این کشور می رفت تا در آخر به دریای خزر برسد. حالا نزدیک به 20 سال است که دیگر بیشتر وقتها تا قوچان هم نمی رسد. یعنی به اولین شهری که سر راهش قرار دارد. سد تبارک 20 کیلومتر قبل از قوچان در سال 1374 بر روی اترک زده شد. اگر همه شرایط نرمال باشد، اترک سالانه باید 250 میلیون متر مکعب آب
داشته باشد. مخزن سد تبارک 60 میلیون متر مکعب است. پس اگر رود پر باشد این سد باید سرریز کند. تا خرداد ماه امسال حجم سد به 14% رسیده بود. با این حال خشکسالی یکی از دلایل خشکی این رود است. رشد کشاورزی هم در این سالها به بحران خشکی این رود دامن زده است. اترک از کوههای هزار در خراسان رضوی شروع و قوشان، فاروج، چیتوان و بجنود را طی می کرد تا به مرز ترکمنستان برسد. سرویس امنیتی اوکراین میگوید فساد بزرگی را در خرید تسلیحات نظامی به ارزش حدود 40 میلیون دلار کشف کرده است. به گفته این نهاد، 5 نفر از افراد ارشد در وزارت دفاع و یک تامین کننده تسلیحات در این خصوص تحت بازجویی هستند. همکارم گزارش می‌دهد. سرویس امنیتی اوکراین گفته مقامات دفاعی قراردادی برای خرید 100 هزار گلوله خمپاره در اوت 2022 امضا کردند. پرداخت برای خرید این تجهیزات از قبل انجام شده و مقداری از وجوه هم به خارج منتقل شد، اما هیچ چیزی در نهایت ارائه نشد. فساد یکی از موانع بزرگ در تلاش اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. سرویس امنیتی اوکراین میگوید در این تحقیقات فساد مقامات وزارت دفاع و مدیران تامین کننده تسلیحات را که حدود 1.5 میلیارد گریونا در خرید گلوله دزدیدند را افشا کرده است. در بیانیه سرویس امنیتی اوکراین آمده است بر اساس تحقیقات انجام شده، مقامات عالی رتبه سابق و فعلی وزارت دفاع و رؤسای شرکت‌های وابسته در این اختلاس دست دارند. ممنونم که همیشه ما رو همراهی میکنید. فراموش نکنید آدرس و صفحه رسمی تلویزیون ما رو در اینستاگرام چنل وان تیوی رو میتونید در گوشه تصویر مشاهده و دنبال کنید و یا از یوتیوب شهرام همایون دیدن کنید. ویدیوهایی که شما برای ما میفرستید بخش مهمی از کار ماست. جایی نرید، برنامه های ما ادامه دارد. تا بخش بعدی، بدرود.